سرانجام بعد از برگزاری جلسات متعدد شورای عالی کار و بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران، وزیر کار در آخرین روز سال اعلام کرد که حقوق کارگران در سال جدید 35% افزایش پیدا میکنه، در حالی که بنابر آمارهای دولتی نرخ تورم بالای 40% و نمایندگان کارگران با اشاره به سبد معیشتی 20 تا 30 میلیون تومانی خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم شده بودند. برای جزئیات بیشتر همکارم روزبه بلحری اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، بالاخره بعد از چند روز جلسات نافرجام اعلام شد 35%. اول برام بگو از چند میلیون تومان داره میرسه به چند میلیون تومان حداقل دستمزد کارگران؟ مهتاب، در حقیقت خب آمار فرق میکنه، به خاطر اینکه به طور مثال برای کارگر مجرد هست، برای کارگری که متأهل است و یک فرزند داره، یا کارگری که متأهله و دو فرزند داره، همه اینا فرق میکنه. اما چیزی که به طور متوسط میتونم بگم اینه که یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای یک فرزند حقوقش کمتر از 11 میلیون تومان در ماه خواهد بود در سال آینده. این در شرایطی که همونطور که اشاره کردی نرخ تورم بالا بود، هزینه معیشت یا سبد معیشت و یا حالا خط فقر، حالا آمارهای مختلفی اعلام میشد، اما از بیش از 20 میلیون تومان بود تا بیش از 30 میلیون تومان. به طور مثال خبرگزاری تسنیم با اشاره به آمارهای رسمی همین هفته گذشته نوشته بود که چیزی حدود 25 میلیون تومان در ماه. یعنی الان اگر اون کارگر متأهل داره یک فرزند بخواد دستمزد سال آینده رو همین الان بخواد استفاده کنه، حتی کمتر از نصف هزینه معیشت خواهد بود، یعنی عملا هیچی. و این رو هم البته اشاره بکنم، اون 35% که وزیر کار گفته در حقیقت مشمول همه کارگران نمیشه، درصد بسیار بالایی از کارگران مد نظر قرار نمیگیرن در این مورد و همون 22% خواهد بود. با آمار بازی کردن. روز به الان شب عید، در حقیقت چند ساعت مونده به تحویل سال، اما من گزارش هایی که در روزهای گذشته میخوندم حاکی از این بود که اقلام شب عید خیلی قیمتاش بالا رفته، حتی سفره هفت سین، اقلامی که مربوط به سفره هفت سینه. برام یک تصویری ارائه بده از آنچه که بر کارگران در سال 1402 گذشت به لحاظ معیشتی. توهی شدن سفره های اونها، بارها گزارش های منتشر شد که کارگران و خانواده هاشون ماها گوشت نخوردن، حالا گوشت قرمز یا سفید دیگه معنایی براشون نداره، شاید در فقط کتاب بتونن بخونن، یا به طور مثال ماهی، و شاید میشه گفت خیلی از خوراک اونها اقلام خیلی ساده‌ای باشه مثل نون یا چیزهای شبیه این. خب این بر وضعیت سلامتیشون تأثیر میگذاره، یعنی خانواده رو تصور باید کرد که دسترسی به اقلام خوراکی ضروری برای یک زندگی سالم رو ندارن. خب اون بچه چطوری میتونه در مدرسه موفق باشه؟ البته اگه بتونه مدرسه بره، چون خیلی از خانواده ها به گواه خود رسانه های رسمی جمهوری اسلامی بچه هاشون رو بردن و برای کار در محیط کار گذاشتنشون، یعنی ما شاهد کار کودک هستیم. یا اینکه بالاخره مدرسه رفتن هزینه داره، همینطوری نیست. دولت اصل 30 قانون اساسی رو رعایت نکرده، به تاکید فعالان و تشکل‌های مستقل معلمان، یعنی آموزش رایگان، اینکه بتونن به صورت رایگان تدریس بتونن درس بخونن. این وضعیت زندگیشون روز به چون گزارش رسانه‌های خود حکومت ایران و مسئولان دولت نشون میده که تعداد کودکان بازمانده از تحصیل خیلی افزایش پیدا کرده در یکی دو سال اخیر. اما میخوام ازت بپرسم درباره اعتراض‌های کارگری. سال 1402 رو میشه گفت سالی کم سابقه یا حتی بی سابقه بوده به لحاظ تعداد زیاد اعتراض‌های معیشتی که برگزار شد از سوی کارگران، فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان، کارکنان مخابرات. برام بگو که تو چشماندازی میبینی برای سال آینده، فکر میکنی که این اعتراضات با توجه به این نرخ تورمی که پیش بینی میشه برای سال آینده و افزایش اندک دستمزدها، ما چه منتظر چه چیزی باید باشیم در سال آینده؟ خب اشاره کردی سالی که الان ساعت آخرش رو هستیم، سال پر از اعتراضات کارگری یا با
بازنشستگان بود و سایر مزدبگیران مثل پرستاران و همینطور اعتصاب هایی که به هر حال انعکاس پیدا می کرد در رسانه های خود جمهوری اسلامی و یا از طریق فعالان و تشکل های مستقل کارگری منتشر می شد. سال آینده هم همینطور خواهد بود. به رغم اینکه حکومت در سال گذشته ده ها فعال صنفی کارگری معلمان رو بازداشت کرد، الان شماری از اونها هنوز در زندان هستن، مثل رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، رسول بداقی، هاشم خواستار و و و و و شمار زیادی هم زیر حکم هستند که فعالیت نکنند یا با وثیقه آزاد شدند. با این حال اعتراضات ادامه پیدا کرد از سال گذشته، در کنار اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت‌ارشاد روی داد. این اعتصاب‌ها سر باز ایستادن نخواهد داشت تا زمانی که کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران، معلمان، پرستاران بتونند از یک زندگی که به گفته تشکل‌های کارگری مستقل در شأن انسان باشه بتونن برخوردار باشن. زمانی که یک کارگر 11 میلیون تومان بخواد برای خودش و همسرش و کودکش داشته باشه، خب قاعدتاً اون کارگر چیزی رو برای دست دادن نداره. این رو هم بگم که تشکل‌های رسمی کارگری چندین بار طی ماه‌های گذشته هشدار دادند که و دستمزد پایین کارگر و یا مزد بگیر بعدن دودش به چشم جامعه خواهد رفت و یا هشدار دادن نسبت به پیامدهایی که میتونه وجود داشته باشه. این رو حاکمیت میدونه، اما با این حال همچنان بر همون سیاست خودش، یعنی سیاست سرکوب مزدی ادامه میده. خب بله، دقیقاً همین موضوع اختلاف بود بین نماینده های کارگران و اعضای شورای عالی کار. برام بگو که چه موانعی وجود داشت و چرا اصلاً به حرف این نماینده های کارگر توجهی نکردن در زمینه افزایش حقوق؟ خب دولت در ایران، دولت جمهوری اسلامی و حکومت بزرگترین کارفرماست، بنابراین به نفعشه که دستمزد پایین‌تر باشه. حتی بعضی اوقات شده که کارفرما تصمیم دولت در سالهای گذشته برخی انتقاد کردن، مثلا در سال گذشته به دلیل کاهش اندک دستمزد بارها گزارش‌های منتشر شد که کارفرما گفته بودن کارگرای متخصص ما یا میخوان مهاجرت بکنن و یا اینکه ترجیح میدن برن کار خدماتی بکنن، به طور مثال برن از تاکسی استفاده بکنن. به این ترتیب میگن درآمدمون بیشتر خواهد بود، ضمن اینکه در کارخونه معلوم سطح حقوقشون و یا مزایاشون به صورت مرتب و ماهانه پرداخت بشه. این قضیه باعث شده بود که کمبود نیروی کار در برخی از استان‌ها به وجود بیاد، در حالی که ما نرخ بیکاریمون به رغم اون چیزی که مد دولت میگه زیاد هستش. بنابراین بحث تأثیر تورم رو روی دستمزد میذاشتند، یعنی دستمزد رو روی تورم که اون هم خیلی زیاد نیست، ضمن این که کارفرمایان یا تولید کنندگان همیشه کالاهاشون رو افزایش قیمت میدن، اونا سرکوب قیمتی ندارن، در حقیقت سرکوب مزدی وجود داره در این قضیه. تشکر میکنم از روز به همکارم روز به بلحری اینجا در استودیو.